من 1361 دستگیر شدم. من رو به کمیته مشترک منتقل کردن. من در کارخانه تولید دارو کار میکردم که در فعالیت در شورای کارگری نقش داشتم. منو برای مدت 6 ماه که فعالیت تشکیلاتی داشتم به کمیته مشترک منتقل کردن. در اونجا زیر بازجویی قرار گرفتم. بازجویی من به این شکل بود که اولین روز اسمی رو که گفتن، اسم مستاری که برای من مطرح کردن و تمام اون مدارک رو که از من داشتن، من همه رو روز اول انکار کردم به خاطر اینکه دقیقا نمیدونستم چه اطلاعاتی اینا از من دارن. به خاطر این انکار بازجو من در یه اتاق قرار داد و روز اول برای من عجیب بود که فقط 2-3 ساعت فقط منو با دمپایی منو میزدن که من اعتراض کردم. علتش که به من گفتن زن نجس، یعنی چون اعلام کردم که نمازم نمیخونم، چون ازم خواسته بود که گفته بود نماز میخونی، من گفتم نمیخونم. در واقع به خاطر زن بودن که دستش به من نخوره و به خاطر اینکه اعتقادی به مذهبشون نداشتم نجس محسوب شدم. به این دو علت بود که منو بودم پای میزن. بعد از اون منو پیش حاج آقا امین که مسئول تعیین تعداد شلاق‌ها بود توی کمیته مشترک، منو پیش اون بردن. حدود گفت حاج آقا این انکار میکنه، دروغ میگه. و اون حاج آقا امین گفت 500 ضربه من برای دروغ‌هایی که تا حالا گفته و 700 ضربه برای دروغ‌هایی که از این به بعد خواهد گفت. 1500 ضربه حکم شلاق برای من تعیین شد که خوشبختانه من این تعداد رو نخوردم، چون به محضی که منو خوابوندن شروع کردم به شلاق زدن. یه لحظه که بازجو رفت بیرون، من چون این پام خیلی لاغر بود، از تناب و از پام در آوردم و سعی کردم برم زیر میز شکنجه قایم بشم. و من 23 سالم بود و تب مال داشتم وقتی دستگیر شدم، شدیداً مریض بودم. ولی تو اون لحظه که برای چند لحظه رفته و سیگار بکشه سرکم برگشت و شروع کرد به زدن. بعد منو باز کردن، تناور باز کردن، منو آوردن بیرون، بردن توی اتاقی قرار دادن. من رو به دیوار وایسادم و یکی از پشت که هم پرونده خودم بود اونو پشت سر من قرار دادن. و ایشون که وقتی که به من گفتن اسم تو بگو، و ایشون گفت بله من اینو میشناسم فلانیه، یه مقدار اطلاعات داد. من کینه از این هم پروندیم به دل نگرفتم. بیشتر اون نظامی رو که در واقع زندانی ها زیر فشار قرار میده که در مورد هم مجبورشن این اطلاعات رو بدن و هم دیگر ببرن زیر فشار، من اون نظام فاشیستی رو محکوم میکنم. توی دادگاه خیلی برای من عجیب بود که من از بچه های دیگه پرسیدم، هم چیزی تو دادگاهشون اتفاق نیفتاد بود. وقتی که منو بردن تو دادگاه، کسی پشت من وایستاده بود که من حس میزنم بازجو بود، چون هم پرونده من اطلاع داشت، هم صدای همون بازجوی بود که همیشه به من میگفت دروغ میگی. بازجوی من وقتی منو میخواستن حکم به اصطلاح پرونده اون بررسی کرد، حاکم شهر، با چشمم بودم. من کسی رو، یعنی اون کسی که در واقع داشت حکم میداد، من ندیدم. حاکم شهر گفت میخوای چیزی بگید؟ بازجو که پشت سر من بود گفت حاج آقا این دروغ میگه. انقدر این کلمه رو تکرار کرد، من دوچار استرس شده بودم که این منو به محضی که بودم حتما انا اینجا از این دادگاه ببره، حتما میره میخوابونه، چون میخوابونه دوباره میزنه. این سعی کرده بود که اون حکم که قراره به من داده بشه تا اونجایی که امکانش هست حد اکثر حکم رو به من بده. بعد من که به هر حال حکم که به دادن ابلاغ کردن، بعد از 4 سال من تجدید تجدید دادگاه شدم. بعد به من گفتش که شما گروه هکا رو محکوم کنین. گفتم من اینا نیروی سیاسی جامعه هستم، من به خودم اجازه نمیدم اسم گروه هک به اینا بیارم. به خاطر همین دوباره حکم من برگشت
8 سال شد. یکی از نکاتی که خیلی من فکر می‌کنم باید تاکید بشه که این دادگاه بررسی کنه، مشکل بچه بود که بسیار دچار ناراحتی روحی میشدن. یکی از این بچه ها نجلا قاسملو بود. نجلا کسی بود که توی آمریکا دست تحصیل کرده بود، برادرزاده همون قاسملو بود که ترور شد. نجلا وقتی که آزاد شد بهش دارو میدادن، ولی وقتی که آزاد شد نجلا همیشه فکر میکرد که دارن دنبالش میکنن که بگیرنش. تو فرانسه توی خونه مادرش خودشو از پنجره پرت کرد پایین، خودکشی کرد و کشته شد، فقط به خاطر اینکه فکر میکرد دارن دنبالش میکنن، میخوان دوباره دستگیرش کنن. یکی دیگه وضعیت بچه های کوچیک زندان من، وقتی که توی کمیته مشترک بودم بچه 3 سالی که منو پشت یه سلولی گذاشته بودن که بچه 3 ساله‌ای مادرش رو که پاش خونی بود میبردن برای پانسمان، به مادرش میگه دستاتو بذار رو شونه من. به مادرش من نمیتونم اسم این بچه، البته روزبس توی اروپا الان زندگی میکنه، من اینا رو سند دارم، دستشو میذاش روی شونه مادرش، میگه مامان چرا پات خونیه؟ مادرش میگه من از پله‌ها افتادم. داشت به مادرش نصیحت میگه که جلو چشو ببینه پله‌ها نیفته. این بچه موقعی که پانسمان میکردن پای مادرشو تیغ میزدن که پانسمان، این بچه شاهد بود. یعنی ما بچه های کوچیکی داشتیم، افشتو توی اوین افشتو بچه کوچیک داشتیم تو بند که این بچه ها رو ساعت نماز و چون من توی یه دوره توی بند نمازخونه انداختن نماز نمیخوندم، ساعت نماز بچه های کوچیک رو وادار میکردن یک ساعت سکوت مطلق کنن. این بچه ها نمیفهمیدن، مثلا تو بغل مادراشون کز میکردن مینشستن. که من یه روز این بچه ها رو جمع کردم، اعتراض کردم، یکی بچه ها جمع کردم براشون یه دونه جعبه خالی میوه رو تناب بستم، این بچه ها رو دنبال این جعبه میکشوندم، اینا شروع کردن شلوغ کردن و شادی کردن که سر این من تنبیه شدم. مسئله دیگری که من مادری رو اونجا دیدم، مادری که هر روز روزی حدود 60 سالش بود، روزی 15 ضربه این جیره شلاق داشت. وقتی که میرفت بازجویی میخ لبخند میزد، گفتم مادر من وقتی صدا میکنم بازجویی دیگه نمیتونم غذا بخورم، تو چجوری لبخند میزنی؟ گفت دخترم تو هم اگر فرزند تو ازت بخوان تو هم لبخند میزنی. من اگر یک روزی منو بازجویی نبرن، اون روز پسرمو گرفتن. هر وقت میزنم میگم پسرت کجاست؟ یعنی هنوز نگرفتنش. گفتم میتونی تحمل کنی؟ من گفت سعی میکنم. اومدم بغلش کنم کشید خودشو کنار، گفت دست به من نزن، من شونام همه جای زخمه. گفتم مادر درد شکنجه زود گذرد، آنچه که میماند درد ننگ است. این ننگیه که به جمهوری اسلامی میمونه. من امروز خوشحالم که این ننگ رو به جمهوری اسلامی جهان داره اعلام میکنه. من مادری که 2 سال پیش فوت کرد، این مادر الان در میان ما نیست، پسرش داریوش کایدپور فوت، داریوش کایدپور که سال 67 اعدام شد، متاسفانه هیچ کس نیست که عکسش الان بیرون هست، من گذاشتم. من به این مادر قول دادم که یک روزی که جایی قرار گرفتم دادگاهی که بتونم فقط اسم بچه‌ی تو رو بیارم، داریوش کایدپور از بچه‌های مارکسیست مسجد سلیمان بود که به طرز فجیع اینو شکنجه کردن و 67 اعدام شد. Would you worry today some danger? Would you run the risk to be exposed to some danger today? بله من کاملا حاضرم تو برای من اروپا زندگی میکنم، برای خودم شخصا خطری نخواهد بود. من نمیدونم برای چه اتفاقی برای خانواده های ما خواهد افتاد. من میخوام که امنستی که در واقع تضمین کنن که این خانواده ها به هر حال اونا تا حالا چند سال این رنج رو با ما کشیدن. من خب خانه پدر من به خاطر اینکه مرد فقط به خاطر اینکه نمیتونست پدر 18 روز فقط به خاطر که به جو مشکوک به جرم بهای به دین بهائیت بود 18 روز توی انفرادی گوهردش این پیرمرد رو نگه داشتن. این سری مرد بعد از که اون از زندان بیرون مرد. فقط بهش گفتن که چرا نماز نمیخونی؟ گفت من دخترم زندانه، من نمیتونم جلوی شما دلار راست بشم. به خاطر این 18 روز توی زندان بود. من در هر زمینه حاضرم همکاری کنم برای محکوم کردن جمهوری اسلامی. من فقط مثلا دفاع از خودم یاد گذشتم نیست، بیشتر مثلا بچه های زندانی جوانایی هستن که وقتی نگاهشون میکنم عکساشون میبینم سنای خودم بودن. من حاضرم در این زمینه و
محکوم کردن جمهوری اسلامی نه تنها جمهوری تمام جنایتکاران که تمام سیستم های فاشیستی محکومن و هر کاری که بتونم انجام میدم. اولین دادگاهیه که من دارم اینجا شرکت میکنم و متاسفم که بعد از 20 سال از اون ماجرا گذشته از من خواسته شده که بیام تو دادگاه شهادت بدم. شاید اگر چند سال پیش این دادگاه تشکیل میشد از خیلی از جنایت از خیلی اعدامایی که صورت گرفت بعد از اون میتونست جلوگیری بشه. من فکر میکنم فقط خطر برای خانواده من نیست، برای همه خانواده هایی که این چند روز بچه هایی که شهادت دادن وجود خواهد داشت.